پشت خط خیلی خوب ظاهرا آیه دوتا آزادیگان خطشون درست شد. آیه دوتا آزادیگان اون بحثتون رو لطف میکنه ادامه بدین چون قطع شده بود، الان بشنم از شما. بله، من همین مسئله اسلام هرسی و ایران هرسی که الان به اصطلاح بیان میشد و پروفسور ایزدی هم بیاناتی داشتن، من فکر کنم مثلا این هیچ ربطی نداره که کی تو کاخ سفید باشه، یه دموکرات یا ریپابلیکن. مخاطبین عزیزمون باید بدونن که وقتی یه رئیس جمهور آمریکا عوض میشه، اصلا به اون صورت سیاست خارجی آمریکا عوض نمیشه، یا سیاست خارجی آمریکا اصلا ربطی به قوه مجریه یا مقننه نداره. اینا سیاست آمریکا در دست لابی های خیلی قوی هست که واشنگتن رو میشرخونن و تو خاورمیانه، تو آسیای غربی که لغت واژه درستش هست، در واقع اینا میگن خاورمیانه، تو آسیای غربی به اصطلاح لابی که سیاست آمریکا رو میچرخونه دو ارگان هستن، یکی کانسل آن فورین ریلیشن هستن یا به نام CFR، و لابی بعدی که دوتاشون در واقع اینا لابی های صهیونیست ها هستن، و لابی دوم لابی ایپک هستش، و اینا هستن که خط میدن به اصطلاح وزارت امور خارجه و حتی رئیس جمهور آمریکا که چجوری اینا باید برخورد بکنن. برای همین من فکر میکنم این مسئله اسلام هرسی که الان داره خیلی بیان میشه از طریق آقای ترامپ و آقای تد کروز و آقای مارکو روبیو، اینا همه جزء یک دسیسه و جزء یک به اصطلاح نقشه دراز مدت بود که اصلا بزنن تو خود بیخ اسلام، و هدف اصلی اینا از حمله کردن به افغانستان و عراق در واقع ایران بوده، و اینا دارن الان میخوان این حالت تنفر رو تقویت کنن تو ذهن آمریکایی‌ها، ذهن از هم گسیخته آمریکایی‌ها، که اون به اصطلاح لگد آخرشون رو بزنن برای که تو قسمت‌های دیگه، منطقه دیگه، تو کشورهای دیگه خاور آسیای غربی اینا باختن. استراتژی اونه. تو محیط دانشگاه، تو محیط مردم چه بینشی نسبت به آینده انتخابات آمریکا هستش؟ والا تو بستگی داره تو چه قشری. تو جوانها که ما باشون کار میکنیم بین 18 میشه گفت تا مثلا دانشجو دکترا که هست حدود 40 سال، طبیعتا هرچی تحصیلات و معلومات و علم بیشتر بشه، انسانها بیشتر ضد جنگ، ضد خشونت، ضد هژمونی، ضد امپریالیزم، ضد کلونیالیزم، ضد صهیونیزم، ضد کاپیتالیزم به اصطلاح اگریسیو هستند. برای همین بین جوانها الان خیلی طرفداری به طرف آقای برنی سندرز هستش که ایشون رقیب خانم هیلری کلینتون تو حزب دموکرات هست، با اینکه ایشون یه شخص هستن ایندیپندنت هستن، دموکرات نیستن، و حتی خیلی با اعتماد نفس کامل میگن سوسیالیست هستن، ایشون خیلی محبوبیت دارن تو جوونا، ولی این اصلا مطرح نمیشه تو به اصطلاح میدیای آمریکا، انعکاس نمیشه، و بیشتر اینا همش دارن تمرکز میکنن روی خانم هیلری کلینتون و روی آقای ترامپ. مردم آمریکا و مخصوصا جوونا کاملا خسته شدن از جنگ و هژمونی و سیاست‌های امپریالیستیکی واشنگتن، برای اینکه دارن کاملا نتیجه‌شو می‌بینن. کار، اشتغال، امید برای آینده توی این مملکت بین جوونا خیلی وحشتناک و خیلی بد هستش الان، و خیلی امکانات کم شده. برای همین مردم و مخصوصا جوونا خسته شدن از این سیاست‌های هژمونیک و تاخت و تازی واشنگتن توی مخصوصا توی آسیای غربی. تشکر می‌کنم آقای دکتر آزادیگان. ما الان به شما زحمت نمیدیم، اگر فرصتی بود باز خدمت شما خواهیم بود. چشم، من در خدمتم. خیلی ممنون آقای دکتر ایزدی. خب الان ما یک سوال رسانه‌ای بپرسم که یکی از جایی که کم رصد میکنیم خود آمریکاست. این آمریکایی که بیدلیل پرچمدار تحریم علیه ایران بوده تو رسانه ما، خب در این مورد زیاد بحث کردیم، مثلا نقل و نواد صحبت ما همیشه این بوده که چرا رصد آمریکا اینقدر ضعیفه تو ایران و مردم حق دارن خوب بدونن. مثلا آقای دکتر آزادیگان، ما چند نفر دیگه هم داریم، اینا پرستیوی هم میان، ولی هیچ وقت تو شبکه‌های داخلی که نکاتی ها رو ما نکات کلی رو گفتیم، حالا وارد جزئیات بشیم مطالب زیاده،
امام هم سال آخر در طب با تلویزیون یک جمله بیشتر نفهمودن، فهمودن که خبر رو تقویت کنید. همین خیلی قابل تفسیره. یکی از اونجا رصد آمریکاست. تو همه ابعاد. حالا میام مثلا به ماها میگن که مثلا فلان فیلم شما تحلیل کنیم، مثلا دکتر عباسی رو زحمت میدیم، ماجد شاه حسین زحمت میدیم، رسانه رو میایم بحث میکنیم. ولی فراتر از اون رصد دائم یک جایی که خود آمریکا یک سانتریفیوژ شره. چقدر کار میکنه، چقدر سعی میکنه همه رو در واقع از دیدن واقعیت منحرف کنه. دست خودش هم نیست، یعنی جی پی اسش کلا به هم ریخته. این رو باید ما متحول بکنیم تو ایران. نمیخوام بعد بگیم که چرا رسانه این انجام میده، ولی متحول کردن رصد آمریکا از 37 سال پیش باید شروع میشد. این یک ضعفی است که به نظرم مفرطه و نباید، این باید برنامه‌ریزی میخواد. این مشکلم فقط این نیست که عموم مردم ما با آمریکای واقعی کمتر آشنا هستن. مشکل ما این هستش که نخبگان ما هم با آمریکای واقعی کمتر آشنا هستن و این بحث مطالعات کشوری در کشور ما، مطالعات منطقی در کشور ما به شدت ضعیفه، برخلاف خیلی از رشته‌های مهندسی که ما خیلی خوب کار کردیم. رشته‌های متعددی رو ما در کشور داریم که جزو مثلا 10 کشور اول دنیا هستیم. ولی در رابطه با اینکه ما محیط پیرامونمون رو بشناسیم کمتر کار شده. حالا بعضی از کشورها که نزدیک ما هستن باز شناخت ما نسبتاً بد نیست. هرچقدر از مرزهای خودمون دورتر میشیم این شناخت کمتر میشه. با آمریکا که میرسیم این شناخت دیگه خیلی کم میشه و مشکل هم این هستش که دشمن اصلی ما آمریکا هستش. حالا من نمیخوام از زاویه دشمن شناسی، چون ما ادبیات اسلامی هم داریم که شما در حوزه دشمن شناسی باید قوی باشید، من عرضم این هستش که حتی اگر شما میخواهید با آمریکا دوست هم بشید، در نهایت باید طرف مقابل رو درست بشناسید. اینی که جمعیت ما، چه حالا مردم معمولی ما، چه نخبگان ما از طریق فیلم با آمریکا آشنا شدن و درک میکنن آمریکا رو، این به شدت به ضرر ما هستش. شما کارتون فیلمه، میدونید فیلم و واقعیت خیلی وقتا میتونه متفاوت باشه. از این جهت این نوع برنامه ها در کشور ما نیاز هست بیشتر بشه، تقویت بشه. عرض کردم این حرف هایی که خود آمریکایی‌ها نسبت به خودشون میزنن خیلی قابل مطالعه هستش. این مهمانایی که شما امشب آوردید، اینها هم در همون کشور دارن زندگی میکنن و دلیل اینکه میبینید حرف منفی میزنن این هستش، این نیستش که این حرف ها اونجا خریدار داره یا مثلا دولت آمریکا میاد به اینها پروموشنی میده یا مثلا طرف رو ارتقا میده وضعیتش رو یا پولی به اینها میده. این حرفا ضرر داره برای این افراد. ده. چرا این ریسک رو انجام میدن؟ چون متوجه شدن در داخل کشور ما و خیلی جاهای دیگه دنیا اون شناختی که نسبت به آمریکا باید وجود داشته باشه وجود نداره و در نهایت این ریسک ضربه به خودشون رو میپذیرن و در تلویزیون ایران ظاهر میشن، صحبت میکنن. این ارزش این باید تقویت بشه. متاسفانه تو این حوزه ما قبل از برنامه من عرض میکردم خدمتون که اگه برنامه شما نبود واقعا من نمیدونم در کل این تعداد شبکه‌هایی که ما داریم در صدا و سیما که تعدادشون هم کم نیست واقعا برنامه دیگری بخواد به صورت جدی به این مباحث بپردازه، اینجاش خیلی خالی. من قبل از اینکه تایم برنامه چون تموم شده، ما با هم یک مصاحبه داریم با آقای نام چامسکی دانشگاه MIT که فردا داریم ضبط میکنیم تا برسه به دوبله و اینها. یکی از خوشحالی من این که فرصتی پیش اومد، از 3-4 ماه قبل صحبت کرده بودیم که افتاد به 26 ژانویه که این مصاحبه ضبط بشه. حالا ان شاء الله فردا شب تو استودیو با هم هستیم، از ایشون سوالاتی خواهیم کرد. اینم مهمه، با خبره ها تو آمریکا صحبت کردن. حتی من معتقدم یا با آدمی مثل ران پال. ران پال یک کانگرسمن خیلی معتبری بود که الان ران پال انستیتوت هست، پسر ران پال سناتوره. این نگاهی که آمریکایی متجاوز، اون آمریکایی نیست که من باش بزرگ شدم، دروغ همه آمریکا رو گرفته. طیف سنتی هستن، طیف سنتی آمریکایی سنتی هستن که نگران هستن کشورشون داره دست میره. از بین میره. این رسانه یه طرفه که همه آمریکایی ها میان با مسئولین ما مصاحبه میکنن تو این 37 سال، ولی یک بار خبرنگار ما با مسئولین آمریکا، به این میگن تکبر، استکبار. اینی کی باید بشکنیم که سوال ما از آقای چامسکی
فردا این هستش که این خود باید بازش کنه. من تمام دولت‌های مختلف مسئولین گفتم که ها این تا کی میخواد اتفاق بیفته، ان شاءالله اینو با هم انجام میدیم. نه دولت‌های ما عوض شدنشون تو این حوزه تغییر ایجاد میکنه، نه دولت اون ور عوض میشه تغییر ایجاد میکنه. این حالت هم میشه. من تشکر میکنم شما آقای دکتر آزاده، من شما تشکر میکنم برای حضورتون. ان شاءالله در برنامه‌های آتی خدمت شما خواهیم بود، صحبت میکنیم و ان شاءالله اضافه کنم آقای طالب‌زاده. بله بله بفهمید. دکتر ایزدی چند تا پوینت خیلی جالب داشتن که من فکر میکنم اگه اجازه بدید من یه اظهار نظر خیلی کوتاه بکنم. بله بفهمید. یکی در مورد آمریکا ما بیشتر اطلاعاتمون از طریق فیلم میگیریم. من فکر میکنم این کاملا ایشون به قول معروف زدن تو خال، کاملا همینطوره. من فکر کنم این مشکل یکی از مشکلات اصلیه، برای اینکه این تئوری و این تاکتیک آمریکاست که ما مخصوصا جوونامون به اصطلاح اطلاعاتشون از طریق فیلمای آمریکایی بگیرن که تا یه حد خیلی زیاد اینا پروپاگاندا هست، فیلمای هالیوود مخصوصا علیه ایران، که این کاملا یه نوع مخشویی هستش که ما نباید اینفورمیشنمون از اونا بگیریم. دو، ما بعد تو دانشگاه هامون مثلا تو دانشگاه تهران با حضور پروفسور مرندی یه برنامه‌ای داریم برای مثلا حالا نمیدونم ایشون لیسانس یا فوق لیسانس هست دانشگاهشون یا دکترا، به نام نورث امریکن استادیز، یعنی امور مطالعه آمریکای شمالی. ما مثلا تو همه دانشگاه بعد این کورس رو رایج کنیم و بتونیم مقدار زیادی دانشجوهای دکترای از خارج قبول کنیم که اینا بیان ایران و اونجا تحصیل کنن، و حتی دانشجوهای داخل ایران که علاقه دارن به امور دروس آمریکای شمالی، که ما منابعمون و اظهار نظرامون تو تلویزیون مخصوصا خیلی حرفه‌ای باشه و کاملا تسلط داشته باشیم به مسائل سیاسی درون آمریکا. من فکر کنم این تو نظام ما خیلی توش ضعف هستش. قسمت سومی که ایشون اشاره کردن بهش، شخص آقای رامپال بود و پسر ایشون که الان رندپال یکی از کاندیدا هستن. آقای رامپال نماینده مردم تگزاس توی دیستریکت 14 توی تگزاس بودن که الان به اصطلاح ریتایر شدن، بازنشسته شدن. ایشون حرفایی که تو 2008 و 2012 توی ایشون خودشون کاندید بودن برای ریاست جمهوری میزدن، حرفای بسیار بسیار جالبی بود. یعنی دوش دست گشته بودن روی مسائل مهم مثل سیستم فدرال ریزرو. این چیز خیلی مهمیه که زیاد حالا ایشالله تو صحبت‌های بعدیمون در مورد مسئله میتونیم صحبت بکنیم. و دست گشته بودن روی سیاست‌های هژمونیک آمریکا. پسر ایشون هم تا یه حدی راه ایشون رو ادامه دادن و به نظر من تو این 14 کاندید ریپابلیکن یا جمهوری‌خواه تنها کسی که میشه گفت سرش به تنش میارزه همین آقای رندپال هستش که زیاد فرصت بهشون نمیدن و حرفای ایشون حرفای بسیار جالبیه. ریشه یابی های ایشون از لحاظ آکادمیک و علمی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کاملا درسته و ما باید سعی کنیم با اینا، مخصوصا آقای رامپال که الان دیگه به اصطلاح توی همون اتاق تفکر خودش هستش، با اینا ارتباط برقرار کنیم شما تو ایران و بتونین باشون مصاحبه انجام بدین، همونطوری که با آقای سناتور گراول از آلاسکا الان ایشون مرتب ایران میان، تو مطبوعات ایران هستن، تو پرس تی وی هستن، کنفرانس های افق نو میان و شرکت میکنن. من فکر میکنم که از طریق به اصطلاح کسایی مثل ما که تو آمریکا هستن ما باید ارتباط رو واسه شما برقرار کنیم با این جور آدمای تراز اول، این جور سیاستمدارایی که ریشه‌یابی خوب کردن تو مسائل آمریکا و اینا، یه جوری سعی کنیم وارد میدیای ایران بکنیمشون و اینا اظهار نظرشون رو انجام بدن و مردم ایران آشکار بشن و روشن بشن در مورد اتفاقای واقعی که تو آمریکا داره میفته، که متاسفانه صدای سیمای ما به غیر از پرس تی وی تو این قسمت یه خود ضعف داره. خیلی ممنون. درسته، نکته درستی هستش. باید جهش بعدی رو اتفاق بیفته که افراد خاصی رو بتونیم بیاریم. وقت برنامه تموم شد دکتر ایزدی. آقای دکتر آزادی خیلی ممنون هستم، آرزوی توفیق و سلامتی برای شما دارم تا برنامه‌های بعدی انشالله. آقای دکتر ایزدی خیلی ممنون هستم از حضور شما و انشالله توی مرحله بعدی با آقای دکتر نام چامسکی انشالله بحث خوبی داشته باشیم و مردم و مسئولین ما بتونن استفاده کنن. تشکر میکنم از توجه بینندگان محترم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم تا برنامه دیگری از برنامه های عصر. شب شما بخیر. خیلی ممنون. خوب شد.